خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این اعمال بشران را به شدیدترین الفاظ تقبیح می دارد. هموطنان و همکاران عزیز، امیدوار هستم از شر ویروس کرونا و حملات تروریستی در امان باشید. کنفرانس مطبوعاتی امروز عمدتاً روی مسائل ذیل صحبت خواهیم نمود. کوشش‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه تأمین اجماع منطقه‌ای پیرامون صلح، اقدامات وزارت امور خارجه در زمینه جلب حمایت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه مؤثر با ویروس کرونا، بررسی حادثه علمناک به شهادت رسیدن مسافران افغان در سرحد افغانستان و ایران، رسیدگی به مشکلات افغان‌های مقیم خارج کشور در دوران شیوع ویروس کرونا و انتقالشان به وطن. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د جګړې د عاجل ختمیدلو او د دوامدار سولې د تامین په موخه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره له نږدې دوامداره تماس ساتلی او خبرې کړي دي. د دې خبرو اصلي هدف د افغان سولې د بهیر لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اجماع رامنځته کول او له هغې اجماع څخه د افغان سولې په بهیر کې ګټه اخیستل دي. د دې خبرو په نتیجه کې د سیمې او نړۍ رهبرانو د افغانستان د سولې له بهیر بشردوستانه اوربند، د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني مذاکراتو د عاجل پیل او د جمهوري نظام د تقویت په لار کې شاغل اتمر ته د خپلو هیوادونو د ملاتړ او په دې لار کې د مرستې ډاډ ورکړ. موږ د نړۍ رهبرانو څخه چې د بشري اوربند د تامینیدلو او د بین الافغاني مذاکراتو د عاجل پیل په حق لای علني او مکرر خبرې کړي دي او په دې لار کې زموږ غوښتنو ته لبیک کویلی د زړه له کومې مننه کوو. په وروستي تماس کې چې ښاغلي اتمر په کابل کې استوګن د اسلامي همکاریو د سازمان غړیو هیوادونو له سفیرانو سره درلود، د اسلامي نړۍ د علماو د کنفرانس د جوړېدو په اړه چې د افغان سولې په ملاتړ جوړ سي په تفصیل سره خبرې وکړې. در مورد حادثات اخیری که در سرحد در مورد حادثه اخیری که در سرحد میان افغانستان و ایران رخ داده، باید بگوییم که در نتیجه مذاکرات میان افغانستان و ایران در مورد پیدا نمودن حقایق پیرامون حادثه اخیر که در سرحد میان دو کشور اتفاق افتیده، توافق به عمل آمد که کمیساریای سرحدی دو کشور تحقیقات خیش را در محل حادثه آغاز نمایند. تحقیقات مزبور مبنی بر قرارداد کمیساران سرحدی بین ایران و افغانستان منعقده سال 1335 هجری شمسی فردا امروز آغاز خواهد شد. آغاز تحقیق کمیساریای سرحدی دو کشور و پیدا نمودن حقایق، چگونگی حادثه را تشخیص و زمینه تامین عدالت را مساعد خواهد ساخت. حکومت افغانستان این حادثه را الی تامین عدالت با تمام قوت بررسی خواهد نمود. در زمینه جلب حمایت‌های بین‌المللی در امر مبارزه با کرونا، وزارت امور خارجه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تلاش نمود تا در راستای جلب حمایت‌های بین‌المللی در امر مبارزه با آن نقش مهم و اساسی را ایفا نماید. به این هدف کمیته هماهنگی در سطح وزارت خارجه به رهبری معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه ایجاد و با تمام نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج هدایت داد تا از حقوق شهروندان افغانستان در آن کشورها حمایت و زمینه تداوی مجانی و فراهم نمودن تسهیلات لازم بهداشتی و غذایی را در آن کشورها برای افغانان مبتلا به این ویروس فراهم سازند. از زمان شیوع ویروس کرونا وزارت امور خارجه قادر گردیده تا مبلغ 842 میلیون دلار آمریکایی کمک‌های مالی و تعهد کشورها و مقدار زیاد مواد غذایی، تجهیزات و وسایل طبی را در راستای مبارزه با ویروس کرونا به دست آورد و یک قسمت از وسایل و تجهیزات
و ادویه مورد نیاز ز وزارت صحت عامه را تدارک نماید. جزئیات کمک های کشورها لستش پیش ما است، اما گوره بیشه باز در ختم کنفرانس به خدمتتان بتم، حال به خاطر کمبود وقت از صرف نظر میکنم. تلاش صورت گرفته تا به منظور کاهش اثرات منفی اقتصادی ویروس کرونا و ثبات قیم و مواد اولیه در مارکت، بنادر تجارتی و راه‌های ترانسپورتی برای ورود امتعه و اموال تجارتی به افغانستان باز نگه داشته شود. وزارت امور خارجه وضعیت محصلین افغان را در 30 کشور دنیا بررسی و مشکلات آنها را در جریان قرنطینه استماع و در راستای حل آن اقدام نموده است. همچنان نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان زمینه انتقال بیش از 90 هزار شهروند کشور را از کشورهای مختلف جهان فراهم نموده است. شهروندان افغان را که به ویروس کرونا مصاب بودند و به اثر آن وفات نمودند، بعد از تثبیت هویت مساعدت های لازم کنسولی و انتقال آنها را به افغانستان مساعد ساخته است. اطلاعات ما تا حال نشان می دهد که از جمله افغانان که مصاب به کرونا بودند 39 تن در خارج از کشور وفات نموده است. از آنجایی که تعداد افغانان مصاب به کرونا و صحتیاب شدگانشان بسیار متحول است و در حال تغییر است، ارقام از این افغانان مصاب شده و کرونا را و تداوی شده را بعدا خدمتان ارائه خواهم کرد. در زمینه بررسی وضعیت محصلین افغان در خارج از کشور، وزارت امور خارجه وضعیت محصلان را در 30 کشور دنیا که از طریق بورسیه های دولتی یا به طور شخصی مشغول تحصیل هستند از طریق 34 نمایندگی سیاسی و کنسولی خیش مورد بررسی قرار داده و مسئولین نمایندگی های سیاسی موظف گردیدند تا به شکل دوامدار با محصلان افغان در تماس بوده مشکلات آنها را بررسی و در راستای حل آن اقدامات لازم را مرعا دارند. علاوه بر آن، غرض حمایت بیشتر از محصلان حدود 41 هزار تن در 5 کشور هندوستان، ترکیه، روسیه، پاکستان و ایران کمیته وضعیت رسیدگی به وضعیت محصلان ایجاد گردیده تا محصلان در آن مشکلاتشان مطرح و در زمینه حلشان اقدامات صورت بگیره. در بعضی از کشورها به منظور رسیدگی به مشکلات اقتصادی محصلان مساعدت‌های نقدی نیز با محصلین صورت گرفته. من صحبت‌های خود را ختم می‌کنم و منتظر می‌باشم که سوال‌های شما را جواب بدم. دیرم من جناب واتساپ، سوال اول از جرمن پرس هم رتون چریک میسازیم. آخرین یافته های حادثه غرق شدن افغان ها توسط مرزبانان ایرانی چیست؟ چند تن از شهروندان افغانستان هنوز ناپدید هستند؟ آیا حادثه در قلمرو افغانستان صورت گرفته یا کشور ایران؟ آخرین ارقامی که ما تایید شده از جانب هیئت افغانستان در هرات داریم، 10 جسد دریافت شده، 19 نفر نجات یافته و 17 نفر هنوزم مفقود الاثر می باشند. مجموعاً 46 نفر در این حادثه متضرر شهید و آسیب دیدن. هیئت افغان که به حکم جناب نائب رئیس جمهور تعیین شده در محل حادثه در هرات مصروف تحقیق هستند. تحقیقات هنوز تکمیل نشده، بعد از تکمیل تحقیقات گزارش مفصل را خدمت مطبوعات و ملت عزیز افغانستان ارائه خواهم نمود.
مننه. بلا پوښتنه د امریکا غږ څخه تاسو سره شریکو. دوی پوښتنه دي، سوال اول شون، شورای امنیت ملي میگوید که طالبان با لشکر طیبه و دیگر گروه های تروریستی پاکستانی روابط دارند، وزارت خارجه چه اقدامات دیپلماتیک علیه این روابط انجام داده و نقش وزارت خارجه در مبارزه با طالبان و تروریستان چی است؟ تشکر بسیار زیاد. در این مورد باید بگویم که وزارت خارجه در زمینه تامین و تقویت اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و صلح پایدار در افغانستان به شکل دوامدار با کشورهای همسایه منطقه و جهان در تماس است، امور رقمی که در شروع صحبت ها اشاره کردیم. وزارت امور خارجه با تمام توان خود کوشش میکنه تا در زمینه ختم جنگ و آوردن صلح پایدار اجماع منطقه را تأسیس و از او در زمینه تامین صلح پایدار در افغانستان استفاده نماید. من نه دوی بلا پختنه ده کلیر رجوع سره ورته پختنه ده جناب پی واتساپ که دیشی پی دوال رجوع بورت زواب که ایزا به تاست دویم ده ایرانی زواکونه ده افغانان ده وجل و پیخه ترکوم چرده شوی پلاوی خود تاکل شوی ده پرده مسئله ترکوم کار کرده ده او کلا بای پایلی معلومی شی. من نه مختار صاحب بله او ده دوالو حیوادونو سرحدی کمیسارانی و ده موضوع و سیدی د جمهور رئیس د هدایت په اساس د اعلی سرقمندانۍ د نظامی صرف مفتش تر نظر لاندې حیات ټاکل سوی ده او سیمې ته سفر کړی ده. د کمیساریانو تحقیقات د دې حیات تحقیق د دې لوړ پوړي حیات تحقیق سه هرات ته سفر کړی ده. دا به ټول نهایي سي او د دې نه به د عدالت د تامین لپاره او د دې لپاره چې آینده کې داسې حوادث بیا تکرار نسی استفاده وسی، د دې څیړنو له تکمیلیدلو مخکې د دې په هکله ابراز نظر کولی سي موږ وطنوال د معلوماتي خلا سره مواجه کي. نو کله چې دا تحقیقات تکمیل سول تاسې خدمت ته به موږ په تفصیل سره ګزارش درکړو. ډېره مننه جناب هیواد صاحب. وروستۍ پوښتنه هم د ملي ټلویزیون څخه تاسو سره شریکوو. اقدامات وزارت خارجه در مورد محصلین افغان در هند و عربستان سعودی در مورد برگشتشان به کشور چی است؟ یک چیزی را که می خواهیم اضافه بکنم، به اثر کوشش‌های سفارت افغانستان مقیم عربستان سعودی دیروز 224 شهروند افغان که به دلایل مشکلات اسناد مهاجرتی و قنسولی توقیف شده بودند رها و تا یک پرواز از عزیمت افغانستان آزم افغانستان شدن. مجموعا 600 افغان به همی سلسله توقیف خانه های عربستان سعودی به سر می برند که در جریان یفته به خیر به افغانستان انتقال خواهند شد. در مورد محصلین افغان در هند، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه شخصا با نماینده های محصلین صحبت کرده، مشکلاتشان را شنیده، به نمایندگی های سیاسی و قنسولی افغانستان در هند وظیفه داده تا به مشکلات از اینا رای حل پیدا نموده و اقدامات عاجل نمایند. در مورد حادثه در سرحد افغانستان و ایران قسمی که صحبت کردیم، هیئت تحقیق کار خودش آغاز کرده، به محض تکمیل تحقیق خدمت شما گزارش هاش ارائه میکنیم. درمان جناب هیواد صاحب، در اخیر یک بار دیگر از محترم گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان جهان سپاس. دوست عزیز، کنفرانس بعدی از صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور است تا دقایق دیگر آغاز میشه. هیواد صاحب درمان اخیر آغاز دست نخم. تشکر بسیار زیادم کار عزیز. سلامت باشین.